أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنت ابن بالهدى والهمن التقوى. خدمت شما سروران گرامی هستیم با قرآن. گفتیم قرار است که سر سفره قرآن باشیم. ادامه آیه گذشته که آیه 183 سوره بقره بود، در آیه 184 خداوند می‌فرماید: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لكم خیر لهم وان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون. خب، چیزی که در این آیه میاد بیان میکنه، یکی اینه که تسلیم خدا بودن ارزشه. ارزش چه زمانیه؟ ما تسلیم و مطیع خاص خدا باشیم. خدا اگه میگه این کار رو انجام بدی بگیم چش، اگه میگه انجام ندی بگیم چش. یعنی این ارزش داره، نه این که مثلا بعضی اوقات ما بیم طبق دلخواه خودمون حرکت میکنیم. مثلا من دلم میخواد اینجوری، دلم نمیاد اینو انجام بدم، این که نشد اطاعت خدا، این ارزش نداره. ارزش کیه؟ زمانی که ما مطیع خاص خدا باشیم. پس مطیع خدا بودن چی ارزشه؟ خب، یعنی اگر خدا میگه روزه بگیر بگیم چش، میگه افطار کن بگیم چش. در این آیه خداوند میگه که کسانی که مریض هستن یا کسانی که در سفر هستن روزه بر اینا واجب نیست. خب منی که مثلا مسافر هستم یه روزه نگیرم بگیم چش، روزه نمیگیرم. مثلا بعضیا از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میگفتن که زمانی که در سفر بودن اینا روزه میگرفتن، پیامبر اکرم اینا رو گناهکار خواندن. خدا میگه تو در سفر روزه نگیر، خب چرا باید روزه بگیریم؟ روزه بگیریم یعنی ما مطیع خدا نیستیم، مطیع هوای نفسی خود ما هستیم. و همچنان کسی که مریضه، امام صادق علیه السلام میفرماید که خانومی که مثلا نسبت به شیر بچهش میترسد روزه نگیره. خب میترسه که اگر مثلا روزه بگیره شیرش کم میشه، مثلا ضرری به بچه برسن، اینجا نباید روزه بگیره. در این آیه چند تا قانون رو بیان کرده. ما گفتیم قرآن کتاب زندگی، کتابی که ما در جز زندگی، خب باید اینو بیایم پیاده بکنیم، یعنی زندگی ما بشه زندگی قرآنی، طبق قرآن حرکت بکنیم. لذا چند تا قانون در این آیه بیان شده. یک، گفته اگر مریض یا مسافر باید قضایشو در زمانهای دیگر بگیریم، یعنی مریضی روزه بر تو واجب نیست، قانون اینه که تو روزه نگیری. یا مسافر هستی، مسافر هستیم نباید روزه بگیری، پس چی کار بکنیم؟ برداشتش نه، در ایام غیر ماه مبارک رمضان باید قضایشو بگیری. فعدتو من ایام اخر، در ایام دیگر قضای اونو بگیری. دو، توانایی شرط تکلیف، یعنی تکلیف زمانی بر من واجبه که ما تواناییشو داشته باشیم. اگر توانایی تکلیفو نداشته باشیم تکلیف بر ما واجب نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی هر کی را خداوند به اندازه اون توان خودش تکلیف میکنه، نه علاوه بر توانش. علی الذین یطیقونه، کسانی که طاقت و تواناییشو داره، اما اونایی که نداره مریض هست از گردنش برداشته تکلیف. اینجا مثلا منظور روزه، روزه از گردنش برداشته. سه، کسانی که نمیتونه روزه بگیره چیکار کنه؟ مثلا توان روزه نداره، مثلا پیره روزه براش مشقت داره، خدا میگه باشه اینجا روزه گرز کردن تو برداشته، چون پیر شدی مشقت داره نمیتونه روزه بگیری، اما لازمه که چیکار بکنی؟ طعام به مستمندان بدی، طعام مسکین، یعنی به مستمندان کفاره بدی، بر خودت مشقت داره به مستمندان کفاره بدی. چهارم، عبادت سبب رشد انسان میشه که از روی میل و رغبت باشه، یعنی با عشق بیاد اون عملو انجام بده، با علاقه، با میلش بره نماز بخونه، روزه بگیره، با مردم کمک کنه، مشکلات جامعه رو حل کنه. اینجا این ارزش داره، نه اینکه مثلا با اجبار ما بیایم کار رو انجام بدیم، با اجبار ارزش نداره. مثلا ما دو نفر داریم، این یکی هم روزه میگیره، این یکی هم روزه میگیره، این یکی هم نماز میخونه، این یکی هم نماز میخونه، این هم به مردم کمک میکنه، این یکی هم به مردم کمک میکنه. اما
این یکی از سر میل و رغبت با عشق و علاقه خودش میره انجام میده، این از مجبوری انجام میده. کدوم یکی ارزش داره؟ این یکی با عشق انجام میده، این یکی با میل و رغبت خودش انجام میده، این ارزش داره. پس عبادت ارزش داره، سبب رشد و بالندگی انسان در نزد خدا میشه که با عشق و علاقه باشه. انشاءالله قرآنی باشین. السلام علیکم و رحمت الله.